بازار مسکن راکده، اما این معنیش این نیست که کسانی در جستجوی مسکن نیستن. وام مسکن کم بهره و افزایش اون آیا میتونه کمک برای رسیدن به حل مشکل مسکن باشه؟ از طریق راه‌های ارتباطی بیاین روی خط، از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه 202-382-7205 و در ساعت پیش رو دیدگاه‌های خودتون رو در مورد افزایش وام مسکن، کاهش بهره و توانایی طبقه متوسط برای حل مشکل مسکن با ما در میون بذارین. بخش فارسی صدای آمریکا، برنامه روی خط. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. رسیدن به مسکن، رسیدن به خونه، حل مشکل مسکن یکی از معضلات جدی به ویژه طبقه متوسط و طبقات کم درآمد در سالهای اخیر بوده و این بحران دامنه دار شده. هنوز مسکن در ایران در حالت رکود به سر میبره، اما این معنیش این نیست که نیاز به مسکن کاهش پیدا کرده. در واقع نیاز به مسکن شکلش عوض شده. به همین دلیل دولت برای خروج از رکود اومده وام مسکن برای کسانی که برای اولین بار میخوان خونه بخرن رو افزایش داده با بهره‌های کم. اما آیا این میتونه این مشکل رو حل بکنه و یا اینکه فقط گرفتن این وام‌های مثلا 160 میلیونی باعث میشه که افراد به طرق دیگه ازش استفاده بکنن و در واقع به نوعی صاحب خونه نشن، به شکل کاذبی صاحب خونه بشن؟ آیا شما در این مورد تجربه ای دارین؟ فکر میکنید که مشکل مسکن از چه طریق میتونه حل بشه؟ در ساعت پیش رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه 202-382-7205 بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارشی رو که همکارانم در بخش برنامه سرمایه صدای آمریکا آماده کردن رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما از شبکه‌های اجتماعی و تلفن و اسکایپ. تحولات منفی در بخش مسکن در ایران کماکان ادامه دارد. تازه ترین بررسی ها نشان می دهد در شهرهای بزرگی مانند تهران تقاضا برای فروش مسکن 20 برابر تقاضا برای خرید است. نبود مشتری و پایین بودن تقاضا یعنی ادامه رکود در بخش مسکن. به گفته حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، خرید مسکن در 3 سال گذشته تا 90% کاهش یافته است. بنابر آمارها حدود 1,600,000 دستگاه خانه خالی در سراسر ایران وجود دارد که سهم تهران از این میزان 240,000 واحد است. در این شرایط انتظار می رود سرعت تولید مسکن کاهش پیدا کند، اما بررسی تسهیلات بانکی نشان می دهد تقاضای دریافت وام ساخت مسکن در سال گذشته حدود 22% نسبت به سال 93 افزایش یافته و این یعنی افزایش احتمال ورود خانه‌های خالی بیشتر به بازار بی مشتری مسکن. آقای دامویی، به نظر شما چرا لغو تحریم‌ها و برنامه‌هایی مثل افزایش میزان وام خرید خونه نتونسته رونق رو به بخش مسکن برگردونه؟ به چند دلیل خیلی واضح خانم. این که فاصله بسیار زیادی بین عرضه مسکن در وقتان در تهران و تقاضایی وجود داره. بنابراین این باعث کاهش معاملات در بازار شده مقدار بسیار زیاد. مسئله دیگه که وجود داره اینه که اگه شما نگاه بکنید در ایران اون انتظاری که برای فروش این خونه ها و قیمت ها داره ممکنه با اونچه که در واقعیت ایران در حال وجود داره تفاوت داشته باشه. البته در کشورهایی که تولید کنندگان مسکن یا بنگاه هایی که نمی کنند تحت فشار برای پرداخت وام های خودشون هستند، فشارها و مزیق‌های مالی دیگه دارن، معمولا این برگشت به قیمت، به کاهش قیمت رو سرعت بیشتر انجام میده. در ایران ممکن این مسئله ساختار دیگه‌ای از نظر تأمین سرمایه‌گذاری در مسکن داشته باشه. مسئله مهم باز به این صورته که ما در اقتصادی صحبت می‌کنیم که در رکود بوده برای مدت‌های زیاد، برمیگرده، مقادیر زیادی از
اون نگرانی ها و مسائل دیگه هم وجود داره. و واقعا افزایش امکان گرفتن وام نتیجه چند منجر به این نخواهد شد که اونهایی که این تقاضا رو میکنن وام رو بگیرن، و باید دید که باز تفاوت بین اونچه که انتظار میره برای پرداخت قیمت و اونچه که اونها میخوان چقدره. اونچه مسلمه تأثیر بلافاصله‌اش کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های ساختمانی است، و این یکی از مسائلی است که در ایران پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت، بخاطر اینکه ما در طی زمان‌های بسیار زیاد وابستگی به نفت و افزایش درآمد نفت، تأثیر اون بر رونق ساختمان و فایده اقتصادی داشته. باز این یکی از اون مشکلات ساختمانی ایرانه که ما متأسفانه می‌بینیم و در حال حاضر می‌تونه بیشتر ما رو تحت فشار قرار بده. بله، همونجوری که گفتم یکی از راه‌های ارتباطی که میتونیم با ما تماس بگیریم پیامگیر برنامه هست که از همین لحظه آماده دریافت پیام‌های شماست. 202-382-7205 شما از این طریق هم میتونید از زمانتون صرفه‌جویی بکنید و بیاین روی خط. آقای مشفق از تهران روی خط، این آقای مشفق بفرمایید. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای سفیدی. خواهش می‌کنم. وقت بخیر. سپاسگزارم از این موضوع بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای که برای امشب در نظر گرفتید. جناب آقای سفیری، علل مختلفی برای بالا بودن قیمت مسکن در ایران هست و این رکود بی سابقه‌ای که توی چند سال اخیر حاکم شده بر بخش ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن. یکی از علل بزرگش، البته کارشناس محترم برنامه که به صورت تصویری الان فرمودند توی و پلاتو شما هم بود، بخش عمدهش در شهرهای بزرگ خصوصا در تهران که این مشکل و این معضل بسیار چشمگیر و بیشتر خودش نشون میده، بخشش مربوط به قیمت زمینه. جناب آقای سفیری، قیمت زمین در شهرهای بزرگ بسیار بسیار بالاست و اینکه به هر حال اون سازنده ها و یا افرادی که میخوان پروژه مسکونی یا حتی تجاری و اداری بسازن در تهران، بحث خرید زمین براشون یعنی بخش عمده ای از اون نقدینگیشون رو خواهد گرفت و به تبع اون قیمت مسکن و قیمت سازه بالا خواهد رفت. بخش دیگه‌اش برمیگرده به گران بودن تراکمی که قرار و مجوز و پروانه ساختمانی در استهلاک شهرداری ها صادر میکنن و به هر حال بودجه شهرداری ها میدونید که خب خود محور هستن و یعنی بعد خودشون اداره بکنن و از بودجه دولتی مدتیه که محروم شدن. این هم یک فاکتور مهمی هست که شهرداری ها هم البته خب چاره ای ندارن، این همه از کمبود منابع ناشی میشه. جناب آیست، مورد سوم هم نبود تسهیلات بانکی به اندازه در واقع تقاضا هست. ما یه دونه بانک تخصصی در ایران داریم به نام بانک مسکن که بخشی از منابع بانک مسکن، تازه بخشیش برمیگرده و در واقع تخصیص داده میشه به بخش وام، اون هم با سوبسید و یارانه دولتی هست که اگر اون قطع بشه مطمئنن این منابع هم قطع میشه و این صف طولانی تر خواهد شد. این عددی هم که شما فرمودید که قانون شده از مدتی قبل، چند ماه قبل، چند هفته قبل، که 160 میلیون تومان از کسانی که برای بار اول مسکنی رو تهیه می‌کنن و در اصطلاح سند دست اول باید باشه، میتونه به صورت مقطعی یک مسکنی باشه. ولی جناب آقای سفیری، تا اون جایی که خانواده‌ها، مالکین، سیاست‌های روز جامعه ایران میاد و یک واحد مسکونی رو روی ثروت حساب می‌کنه و نه و جز دارایی ها اینو حساب میکنه نه کالای مصرفی، این آش همین آش و کاسه همین کاسه. من یه جمله دیگه خیلی مختصر بگم، خواهش میکنم بینندگان عزیز و هموطنان ما نباید مسکن رو در ایران با آمریکا که شما زندگی میکنید محاسبه بکنن و مقایسه بکنن. در آمریکا بانک های تخصصی هستند که تا 90% قیمت یک واحد مسکونی رو تسهیلات میدن بسته به درآمد شخص. ما در ایران نه تنها در بخش مسکن، در هیچ بخشی همچین اتفاق و کارشناسی دقیقی نداریم، چون منابع بانکی نداریم. آقای سفیری، منبع بانکی، من عرض کردم خدمتون یک کسی هستم، شخصی هستم که در کارهای صنعتی و در واقع مبادله دارم میکنم، کارشناسی در ایران وجود نداره متاسفانه. منابع در حد تقاضا نیست، منابع کم هست و سوداگری همین وسط در واقع میاد و دامن میزنه به این قضیه. اون اتفاق باید خیلی سال بگذره. من واقعا نگاه میکنم متاسفانه در دولت اون ابرمرد بزرگ اقتصادی که ما در هر چیزی باید از ایشون یاد بکنیم، اینقدر برای ما یادگار گذاشتن. این قضیه مسکن مهر رو که در واقع راه اندازی کردن، بخش عمده ای از توان دولت و مملکت رو به هدر داد
و متاسفانه باعث نارضایتی بیشتری هم شد. آقای سفیری من خیلی حرف دارم، زمانم میدونم تموم شده. ممنونم. شما متوجه شدم، تشکر میکنم از اینکه ممنونم از اینکه میایین روی خط و نظر میدین. پرشاد با توجه به این که بحث برخی بحث‌ها تخصصی هستند، برخی از بینندگان وقت بیشتری رو طلب می‌کنن، اما ما محدودیت زمان داریم. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، همراه ما باشید. شهرام از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، روز شما بخیر، شب برای ایران خوش. بفرمایید. و همکاران شما خسته نباشید. عرضم به حضورتون یکی از مشکلات اساسی تو مسئله مسکن اینه. ببینید 50 سال پیش مثلا در ایران اول مثلا کارخونه چیسازی ساخته شد، سیلو ساخته شد، راهن ساخته شد، اطرافش شد جوادی خزانه و شهرک های اطرافش، یا مثلا شرکت ایران خودرو ساخته شد، اطرافش اومد پیکان شهر شد و شهرهای اطراف که کارگرا کار کنن. مهمترین چیز مسکن نیست. مسکن شما تو کارتون هم میتونی بخوابی، درآمد مهمه. شما وقتی تو پردیس و پرن اومدی مسکن سازی کردی، خب این بابای کارگر وقتی نتونه بیاد داخل تهران 60 کیلومتر بده، یه 3500 هم 2500 هم به عوارض بده با آخوندا، این ورم بیاد هزینه کنه 1000 تومان بده به جاده ساوه بیاد تهران تازه بیاد کار کنه، خب دیگه عملا این بابا، خب اولین چیز رکن اول پیشرفته یه جامعه تولید و کاره. بعد از کار شما دنبال جای خواب بگردی. ولی متاسفانه آقای احمدی نژادی که ادعا میکرد که تو نارمک زندگی میکنه، یه بعد از 50 سال یه ماشین قرازه داشت که این بابا میاد اقتصاددان بشه، اول اومد بدون اینکه اول پروفایل رو نگاه کنه مشکل چیه، خب ما مسکن میسازیم مشکل حل میشه. آقا مسکن رو تو ساخته، یارو درآمد نداره. الان تمام اون خونهایی که الان تو پردیس و پرنده شما نگاه کنید، پولدارها تازه خریدن اجاره دادن به فقرا، یعنی عملا هیچ سود اقتصادی نشه. متاسفانه تمام بودجه کشورم رفته تو این زمینه. ممنونم که اومدین روی خط. اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و دیدگاه‌های شما. شاهین برامون در فیسبوک پیغام گذاشته، سود 13% سود هنوز خیلیه واسه ملت کارگر بیچاره. به نظر من تسهیلات دولتی باید به گونه‌ای باشه که قشر متوسط و ضعیف جامعه بتونن ازش استفاده کنن، نه آدم‌های پولدار جامعه. الان وضعیت طوری شده که تسهیلات و چیزهای دولتی رو فقط پولدارها و یا اونایی که دستشون به دهانشون میرسه میتونن ازش استفاده بکنن، در صورتی که در همه دنیا تسهیلات دولتی به گونه‌ای تعریضی میشه که بتونه یه باری از دوش قشر ضعیف برداره. پور اقبالی برامون نوشته، امروز کسی تو این آشفته بازار اقتصاد ایران اگر بتونه شرمنده خورد و خوراک زن بچهش نشه خیلی هنره. خانه خریدن، وام پس دادن، پیشکش. مجتبی برامون نوشته، به نظر من عرضه و تقاضای مسکن کمی متعادل تر شده. و مینو هم برامون نوشته، اصلا این روش خونه خریدن و وام گرفتن به این شکل با این اوضاع اقتصادی اشتباه در اشتباهه. مردم اینقدر که درآمدشون کفاف گذران زندگیشون باشه باید شکرگزار باشن. در ثانی خود این وام گرفتن
هزار جور آشنا و پارتی لازم داره تا ضامن وام گرفتن بشن و باید سیاست‌های درست‌تری انتخاب بشه. یکی از مواردی که اغلب در چنین مسائلی در مورد ایران استفاده میشه، یعنی در واقع منتقدین نظر دارن و کسانی که تجربه شخصی دارن با ما در میون میذارن، بحث بوروکراسی بانکی هست. یعنی در واقع اونچه که اتفاق میفته برای گرفتن یک وام اونقدر زمانبر هست که در بازار تأثیر میذاره، در روحیه فرد تأثیر میذاره، یا به تعبیری راه رسیدن به وام خودش یک هفت خانه رستمه. حالا شاید در یک برنامه دیگه ای اصلا منحصرا در مورد وام و بوروکراسی بخوایم با شما نظرات شما رو بشنویم. آقای نجفی از مشهد روی خط هستین. آقای نجفی بفرمایید. سلام از کردن خدمت شما و مهمان بزرگوارتون. یه طرف همون اوائل اینگره که من یادمه وام های آقای بنیسر که به شما بودن وام های مسکر میدادن و خیلی از ملت مردم خوب ایران یادشونه، اکثرا یادشونه وام های دادن که اکثرا درون بودن من صاحبخونه کردن و دعا میکنم بگم این مرد. من نمونهش زیاد دارم، خیلی از مردم آقای نجفی اجازه بدیم بیایم اخی معاصر. فکر میکنید وام 160 میلیون تومانی بتونه مشکل مسکن نسل جوان یا کسانی رو که خونه ندارن رو حل بکنه؟ ببخشید جوان مذارتم به سر خودم که داماد شده، چون من خودم زیفر بارجا بیردم، جوان کجا داره 100 میلیون تومان اندوخته داشته باشه؟ جوانی که نتونه زندگیش معاش زندگیشو بگذرونه. آقای نجفی از مشهد زنگ میزنید، متوسط قیمت ملک چند متری؟ با 160 میلیون تومان میشه یه خونه کوچیک خرید؟ از همینه که بالای شهر که منطقه بطلا سجاده اینه که منطقه بالای شهره، سجاده بطلا هاشمیه. از همینه که متوسطش که دوبور معلومه میدی 3 میلیون 3 میلیون چارتره، یعنی 100 متر آپارتمان شما بخرید 100 متر 300 میلیون تومن تا 400 میلیون باید پول بدید. در آمده یک واسه یک مثلا شهرد مشهری در آمده یک جوان یک چقدر اندوخته داره 100 میلیون داره؟ این آقایم بلاشه بامه 60 میلیون رو میدن، 60 میلیون هم بهره بانکی شد که ملت رو خوانم خوانم نمیدونه که چی کنه سرشون رو میده 60 میلیون وام میدن. ممنونم آقای نجفی، ممنونم، ولی به هر صورت در تمام دنیا بهره هست اما میزان بهره ها هم متفاوت. این هم نکته بسیار مهمیه. محمد از بوشهر روی خط هستین، بفرمایید. محمد سلام علیکم جناب سفیری. سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشین، شب روزتون بخیر. بفهم. در رابطه با مسکن ما خیلی مشکلات داریم جناب سفیری، با توجه به تورمی که حاکم فرماست در مملکت ما. ما فرض بکنید یه زوج جوان میخوان یه آپارتمان بخرن مثلا 400 میلیون 500 میلیون. الان با توجه به اینکه من مثلا در بوشهر هستم، آپارتمان الان اینجا متری 6 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 5 میلیون تومان چی میخوره؟ حالا خب گذشته از بحث تجاری که تجاری خیلی گرونه، ما بحث مسکن رو شما دارید دنبال میکنید در رابطه با وام هایی که دولت داره در اختیار مردم میذاره. این وام ها واقعا کمرشکنه. چرا؟ چون ببینید وقتی طرف کار نداره که بره سر کار، ماهی 2 میلیون تومان حقوقم فرض بکنید بگیره، این باید ماهی 3 میلیون خورده فقط قسط بده. آیا این تونسته تو این مدت بره سر کار تا زمانی که دولت الان براش بستر فراهم کرده که بخواد بیاد 180 میلیون یا 120 میلیون وام بگیره با ماهیانه ماهی 3 میلیون خورده قسط میخواد بده؟ من سوالم اینه که اون رقمی که شما در مورد بوشهر ذکر کردیم 5 6 میلیون تومان، یعنی بالای شهر بوشهر تلقی میشه یا به طبقات پایین؟ یعنی با 160 میلیون تومان میشه در بوشهر یا آپارتمان خرید یا نه؟ ببین متوسط قیمت مسکن در بوشهر مثلا یکی از گرونترین شهرهای ایرانه که با تهران داره رقابت میکنه. چرا؟ شما ببینید الان منطقه محروم هم هست، منطقه محروم هم اعلام شده، ولی چه محرومی؟ ولی ببینید الان بوشهر از نظر اسکان مسکن اجاره بها و حتی قیمت مسکن
مثلا یک شهری در ایران مثل استان بوشهر، مثلا شهر بوشهر وقتی اینقدر گرونه، آیا این جوان تونسته در این مدت بره سر کار 100 میلیون تومان اندوخته؟ وقتی بیکاری بیداد میکنه، ما باید یه مسکن، یه زوج جوان از کجا بیارن که برن پول 60 میلیون 100 میلیون در بانک بخوابونن؟ اینا بدون سپرده هم که وام نمیدن که، و فقط گفتن، فقط شعار، در عمل کسی جوابگو نیست. و حتی خود مردم اینقدر الان در فشار هستن و همه ماها واقعا درگیر بدترین شرایط بازار اقتصادی فکر میکنم در طول تاریخ ایران از پارسال به این ور دیگه ما در بدترین شرایط داریم به سر میبریم. جناب سفیری، شرایط خوبی نیست که ما بتونیم وام 120 میلیونی بریم بگیریم برای خریدن 50% یه 100 متری، که اونم باز 50% دیگه باید یه زوج مهیا داشته باشه بتونه خونه بخره. ولی متاسفانه هیچ کس جوابگو نیست، فقط شعار میدن. خدا کنه که این شعاراشون لااقل به واقعیت و به عمل بپیونده، تا ما تا زمانی که اقتصاد پویا نشه ما همین مشکل رو خواهیم داشت و همینجوری. ممنونم محمد از اینکه اومدی روی خط. آقای زند از تهران روی خطین، بفرمایید. آقای زند، آقای زند از تهران. آقا سلام دارم خدمت شما. سلام بر شما. عزم حضور آقای سفیری، این وامایی که الان بخوا بدن در حال حاضر کسی نزدیکی وامای مسکن نمیره، یعنی اصلا رغبتی نداره بره. علتش هم اینه که اینقدر سود به اینا تعلق میگیره که تا موقعی که بو الرحمان میگیری باید سود بدی. یعنی به واقع به زبونی دولت میگه دنبال وام مسکن با این چیزی که تصدیق کرده نیای. یعنی یه کاری کرده که کسی نره اگه وام مسکن میخواد بدن، کسی اونم طبقه پایین جامعه بخواد وام بدن، اینطوری وام نمیدن که. یعنی نه دنبال وام مسکن. بنده خدمت شما عرض بکنم اینجوری مردم طبقه پایین صابخونه نمیشن. شما نگاه کنید همین آپارتمان‌های مهر درست کردن طبقه پایین دیگه، تا حالا چندین بار ترقی قیمت دولت داده به اینا، یعنی دبه کرده، پول زیاد هم ملت گرفته. شما نگاه کنید چیکار کردن با همین طبقه‌ای که می‌خواسته این ساختمان‌ها بهش تعلق بگیره، چندین دوره اینا رو گرون کردن که ملت دادشون در اومده. امری از سر خدمتم. ممنون آقای زند. آقای خزایی از تهران روی خطین. آقای خزایی بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه بینندگانی که این صدا رو دارن میشنون. جناب سفیری بفرمایید، صداتون پخش میشه. من به عنوان یک کارشناس در امور ساخت ساز ساختمان بفرمایید دارم عرض میکنم خدمتتون. متاسفانه به دلیل اینکه ما بودجه‌ای در ایران نیست که الان بیان این کارو بکنن، فقط شعار دارن میدن. ساختمان به طور کلی راکت شده و افرادی که در این زمینه کار میکردن، در ساختمان کار میکردن، همه اینها بیکارن و همه اینها فلج شدن. من از دولت و از مسئولین خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم فکری به حال این زن را چه این بیچاره های کارگرهایی که در ساختمان که بیمه هم ندارن و خیلی هاشون هم حتی مستجر هستن باشن، فقط شاعر ندن. این فایده نداره، این کار را به جایی نمیبره. من خودم 25 میلیون و 500 هزار تومان وام مسکن از بانک صادرات دریافت کردم به عنوان مشارکت مدنی با 25% سود، و این چون یه مقدار عقب افتاد 6% جریمه کردن 31%. به والله من قبلش اینو پرداخت کردم خورد تا 30 میلیون تومان. گفتن بهره شما پول شما شده 60 میلیون تومان. 30 میلیون تومان قرار شده به صورت فروش تقسیمی به من بدن که اینو تسویه کردم. بعد از مدتی رفتم که اینو مجددا چیز کنم، تسویه کنم باشون، 94 میلیون تومان پارسال تو همین برج بنک پرداخت کردم بابت 25 میلیون تومان که من از وام گرفتم. 30 میلیون تومان قبلش پرداخت کردم، 94 میلیون تومان هم پارسال همین موقع پرداخت کردم بابت سودی.
اینا حرفایی که دارن میزنن فقط متاسفانه راندخوری در ایران و دنبال اینا هستن، یه طوری مردم رو سرگرم کنن، امید به مردم بدن، غیر از این چیزی دیگه وجود نداره. من خواهشم این از این مسئولین بیان برن توی میدونهای کارگری ببینن چقدر افراد صبح ها میان توی میدون کارگری و 5% از اینا سر کار نمیره، بقیه اینا بیکارن. یه فکری به حال اینا بکنید، یه فکری ندید بشینید آقای خزایی، ممنونم از این که اومدین روی خط. بیننده یه برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. به پایان نیمه اول برنامه رسیدیم، آغاز نیمه دوم همراه ما باشید. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. اما در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام برامون پیغام گذاشتن، مبلغی که گفته شد البته نصف قیمت یک مسکن متوسط در ایرانه، در تهرانه، یعنی اگر تو تهران یه خونه نوساز 80 متری در منطقه متوسط متری 4 میلیون باشه، 160 خریدار میذاری، 160 وام میگیری که جمعاً میشه 320 میلیون، ولی واسه ما میشه شایدم نصفی و ما توان اینو نداریم. شهرام برامون نوشته نام زیبایی داره وام مسکن، و همینطور برامون پیغام گذاشتن جدیدن هم از این وامهای دهن پرکن گذاشتن با شرایط آنچنانی که باور کنید همش فریبه. اما گفتیم کاربر دیگری برای اون پیغام گذاشت که در تهران با این اعداد نمیشه خونه خرید، اما در شهرستان ها شاید. اما مسئله مهم باز پرداخت این وام، زیرا باید درآمد داشته باشی که کفاف زندگیت رو بده و بعد بتونی وام مسکنت رو بدی، در غیر این صورت از دستش میدی. جوانانی که بیکار هستن و تشکیل خانواده دادن چطور میتونن از عهده باز پرداخت چنین وام هایی بر بیان؟ مشکلات اقتصادی، کارشناسا اعتقاد دارن که مشکلات اقتصادی مثل زنجیر به همدیگه گره خوردن، بدون حل یکی امکان حل دیگری وجود نداره، و البته اون هم بردباری، زمان، اراده و کارشناس میخواد. آیا همه اینها میتونه جمع بشه در دولت ایران یا خیر؟ مهدی از اردبیل روی خط هستیم، بفرمید. مهدی از اردبیل، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. ببینید آقای صفیری، مسائل مختلفی دست به دست به هم دادن در اثر بیمبالاتی دولت‌های گذشته و همچنین مسئولان کنونی. از جمله این مسائل عدم بروز بودن بخش عمرانی شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های مسکن و شهرسازی و عدم کارآمد بودن سازمان نظام مهندسی و همچنین ورود دلالان زمین‌خوار و بنگاه‌های معاملاتی که صرفاً به جهت سودجویی و با نیت اینکه از وضع آشفته سیاست داخلی و به خصوص سیاست خارجی دولت مردان استفاده بکنن و از این وضع نهایت استفاده رو از بالا پایین شدن قیمت دلار. مثلا شما از شهرداری‌ها، آقای مهدی، شما از شهرداری‌ها چه انتظاری دارین که مثلا روزآمد بشن و اینکه یعنی چه تغییری بدن؟ دقیقاً باید ببینید از تجربیات کشورهایی که در این زمینه تونستن به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنن باید استفاده بکنن. متاسفانه نمیدونم دلیلش چیه که کلاً تو مسائلی که کشور ما تو هر زمینه که فکرشو بکنین مشکل داریم، اصلاً از تجربیات کشورهای پیشرفته اصلاً استفاده نمی‌کنیم ما.
فقط اگه خودمون تونستیم کاری انجام بدیم دادیم، اگه نتونستیم اصلا استفاده نمی کنیم. این متاسفانه به ضرر خودمون. الان در شهر اردبیل با وام 160 میلیون تومانی میشه واقعا یه خونه خرید؟ ببینید آقای سفیری، میشه خونه خرید، ولی منتها ببینید اونایی که شما حساب کنین یه کم درآمد جامعه، یه کارگر رو شما فرض بکنین، این کارگر چقدر ماهی حقوق میگیره؟ خب اگه این وامو تصدیق بشه، اصلا ایشون بره وامو بگیره، اصلا نمیتونه وثیقه ای تهیه بکنه که در قبال اون این وثیقه رو بذاره این وامو از بانک دریافت بکنه. و ثانیاً درآمدی چقدر درآمد داره که بتونه ماهانه وام این وامو پرداخت بکنه و خرجهای دیگه زندگیشو دوباره بتونه تامین بکنه؟ و به نظر من این اصلا یه نوع فریبه که یه نوع سیاست پوچه که دولت فقط اینو انجام داده که به خاطر افکار عمومی رو فریب بده، و یعنی فکر نکنم با این کار بتونن کاری انجام بدن با این روش. ممنونم که اومدین روی خط. بعد سپاسگزاری میکنم. منوچهر از تهران روی خط هستین، بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام بر شما جناب سفیری. قیمت زمین و مسائل ساختمون و تراکم هر متر مربعی 5 تا 5.5 میلیون تومان تموم میشه. یک آپارتمان 60 متری با شرایط اعلام وام توی تهران 7 تا 7.5 میلیون تومان قیمت داره. کدوم منطقه؟ کدوم منطقه تهران؟ از کجا میتونه بیاره 300 تومن؟ منو چه 7.5 میلیون تومان؟ ببینید 7.5 میلیون تومانی که ذکر میکنید در کدوم منطقه تهرانه؟ تهران منطقه 5. میشه اسم محله هاش یک دوتا از محله هاشو بگین؟ محله جنت آباد، شاهدیواری، خیابان های تکوری، توی تازه پایین ترش که بولوار کمالی باشه گرون. بله. اگه ملت ایران صاحب خونه بشن، باید این زمین های بادورده رو به قیمت های خوب به مردم بده، مردم بتونن بسازن. خدا در شهر بزن بیا مرزشه پول پارکینگ و پول طبقه دوم تا چهارم رو یه مبلغ بگیر از چهارم به بالا، یه مبلغ که میشه سازنده میشه کن. منوچه صداتون متاسفانه رسان نیست. آقای اعظمی از قوچان روی خطیم، بفرمایید. آقای اعظمی. جناب سفیری با عرض درود و خسته نباشید خدمت جناب عالی و کلی همکاران محترم این کانال. بفرمایید آقای سفیری. بله خواهش می‌کنم. جناب سفیری، دریافت تسهیلات از بانک در واقع یک نوع سیاستیه که افراد به اسارت و بردگی تا آخر عمر گرفتنه. بنده از دو تا از بانک های ایران وام گرفتم. از بانک تجارت 22 میلیون تومان وام گرفتم برای تسهیلات آبیاری و کشاورزی که بابت این 22 میلیون تومان 118 میلیون تومان از بنده گرفتن، یعنی حدود تقریبا بیش از 500%. و از بانک ملی 99 میلیون تومان تسهیلات گرفتم که بابت 99 میلیون تومان کل زمین های کشاورزی و آبیاری تحت فشار و برق و شبکه همه رو به 96 میلیون تومان برداشتن که بماند 276 میلیون تومان دیگر هنوز من بدهکار کردن، یعنی حدود 273 میلیون تومان. آقای اعظمی، شما زمانی که وام دریافت میکردین از میزان بهرهش مگه مطلع نبودین؟ این خیلی بهره سنگینیه. چرا؟ اول به من گفتن این تسهیلاتی که داریم به شما میدیم با بهره 3% و 13% هم دولت به صورت یارانه به شما پرداخت میکنه. به موقع عمل که رسید دولت گفت ما بودجه نداریم بدیم و شما بایستی کل 13% هم که دولت تقبل کرده و نمیتونه بده باید بدین، یعنی 16%. و منم چون لجبازی کردم و نمیتونم و خوشحالی هم از یک طرف فشار بود نمیتونستم بدم، نهایتاً بابت 22 میلیون تومان مجبور شدم 118 میلیون تومان از من گرفتن. این سیاستی که دولت همیشه به کار میبره و به قولش عمل نمیکنه. جناب سفیری. آقای اعظمی از قوچان زنگ میزنید، 160 با 160 میلیون تومان در قوچان یه خانواده میتونن خونه بخرن؟ 160 میلیون بله میتونن بخرن، ولی تا آخر اون خودشان و خانوادهشان بود اسیر بدهکار بان، یعنی هیچی نبود بخورن دیگه.
نه یعنی اینکه در کدوم منطقه؟ در منطقه شمال مثلا، منطقه به تعبیر ایرانی ها منطقه بالای شهر، منطقه متوسط میتونم خونه بخرم الان به طور متوسط؟ بله به طور متوسط مناطق بالای شهر قوچان خونه متر چنده؟ بالای شهر تقریبا متر دو میلیون تومان. خب الان با 160، بله با 160 میلیون تومان، بنابراین در مناطق متوسط یا رو به پایین خیلی راحت میشه پس در قوچان یک خونه خرید. آره با میگم متر مناطق متوسط تقریبا متر 1,200,000 تومانی حدودا میتونن بخرن که مثلا 160 حدودا میشه 120 متر 130 متر میتونن خونه بخرن. بله سپاسگزارم آقای اعظمی از اینکه میایین روی خط نظر میدین. آقای اعظمی یکی از بینندگان پرفورس برنامه روی خط میشه در برنامه‌های اقتصادی هستن و البته منتقد سیستم بانکی در ایران. اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، مجدداً به اینستاگرام که برامون پیغام گذاشته. بهرام الان میخوام 40 میلیون تومان وام مسکن بگیرم 10 ساله، 84 میلیون تومان باید پس بدم، از قرار ماهی 700 خورده ای، حقوقم 1,100,000 تومانه، میمونه 400,000 تومان هزینه های زندگی در جنوب تهران، بیشتر از ماهی 400 تومانه، تازه بچه هم نداریم، فقط هزینه بچه ماهی میشه 100,000 تومان دست کم. پیام از مشهد با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. عذرخواهی میکنم ما از طریق پیامگیر پیامی گرفتیم که با هم میشنویم. این برنامه وام مسکنم مربوط میشه به همون حرفی که آقای رهبر زدن در مورد جمعیت 200 میلیونی ایران. ببینید آخه وامی که میخوام بدن 160 میلیون، حالا ما میگیم میدن که نمیدن، 160 میلیون قیمت یک اتاقه، حالا در هر کجا در تهران در جنوب شهر، خب جنوب شهرم خب بستگی باز داره به کجاهاش باشه، 160 میلیون رو یک جوان بخواد وام بگیره 20 سال باید پول بده ما 1 میلیون، مگه چقدر دست میاره؟ حالا میگه یه فرد بازنشسته که به سن 60 سالگی رسیده 20 سال بیچاره بخواد بده پول با 1 میلیون، آخه این کجا برابری با عقل میکنه این حرف؟ یه وام 1 میلیون عروسی میخوایم بگیرن نمیدن، بیان وام 160 میلیون بدن با بهره نمیدونم 12%. آخه این حرف از کجای دولت در اومده؟ بعد تازه ساختمونایی هم که میدن هیچ کدوم با اسلوب مهندسی سازی جور نیست، اول میبینی لوله آبش میترکه، یا نمیدونم ایمنی نیست، ایزولاسیون نیست، یا هنوز بحث مسکن در ایران حل نشده. چرا؟ چون همیشه دست یه عده سودجو بوده، اصلا هیچ نوع ضوابطی و هیچ اصولی در مورد ساختمون در هیچ نقطه ایران نیست. ما نباید در مورد مراکز حرف بزنیم، بیاید اطراف هم نگاه بکنید، بیاید ببینید چه خبره. تنها در مراکز استانها نیست، علل خصوص در تهران، تهران که اصلا یک شهر مافیاییه و همیشه ساختمان هم در دست همه افراد نیست، نه نصفی هم حتی نیست، در دست افراد به خصوصیه، همه با هم مثل زنجیر دست دارن با معاملات ملکی ها. با عرض تشکر، مرسی. فرارو، برنامه درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت، دوشنبه تا پنج شنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام جناب آقای سفیدی عزیز و تمامی جناب صدای امریکا، بفرمایید.
جناب آقای سفیدی، من خواستم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه در کشور عزیز ما ایران استاندارد درآمد مردم به قدری پایینه که مجبورن به کوچکترین به قول معروف واحدهای مسکونی راضی باشن و هر چیزی که آفر بشه بهشون مجبورن قبول کنن، چون انقدر درآمد پایینه اگر بخوان این وام ها رو بگیرن و بخوان باز پرداخت بکنن، باید هم همسر شوهر هم همسر خانوم هر دوشون کار بکنن تا بتونن بعد از چند سال بتونن یه خونه رو اجاره یه خونه رو مالک بشن، که متاسفانه با استاندارد بین‌المللی اصلا زیر خط استاندارده. مسئله دیگه که من خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که الان بهره های بانکی رو از 20% آوردن به 15%. در سال 1990 هم یه همچین اتفاقی افتاد که در زمان ریاست جمهوری قبلی بود، ولی بعد از یه مدتی دیدن هیچ گونه به قول معروف هیچ گونه افزایشی در کسب و کار ملت و بهتر شدن موضوع اقتصادی نبود که من دوباره تبع وام های 15% رو به 20% تبدیل کردن. میخواستم اگر ممکنه راجع به مثلا شما یه برنامه داشته باشید. حتما ممنونم. شما بله برنامه سرمایه بخش فارسی صدای آمریکا رو دنبال کنید که روزهای سه شنبه هر هفته پخش میشه، یک برنامه اقتصادی هست و با کارشناسان برخی مسائل اقتصادی رو ببینید در زمینه مسکن در ایران و یا مسائل در واقع مسائل دیگه که مد نظر هست. ممنونم. اگر به برنامه سرمایه روزهای سه شنبه دنبال بکنید حتما میتونید پیغام هم براشون بذارین در صفحه فیسبوکشون، حتما به نظرتون رسیدگی خواهند شد و ترتیب اثر خواهند داد. ممنونم که میگین روی خط. کوهسار از کرج روی خطین، بفرمایید. من سلام آقای سفیری، خانم ایران، خسته نباشید. ممنونم. درباره ببینید دو مسئله راجع به من برنامه‌تون از ابتدا متأسفانه تو راه بودم تعقیب نکردم. دو مسئله در مورد مسکن، اون چیزی که مسئله روز جامعه است وجود داره. یکی خاصه دولته. این متأسفانه این توهم وجود داره که فکر میکنن اگر بازار مسکن تکان بخوره اقتصاد تکان خواهد خورد. بله. رشدی حاصل خواهد شد، رشد اقتصادی محقق میشه. رشد واقعی در بازار ایران، بازار مسکن نمیتونه همچه کاری رو بکنه. بازار مسکن متغیرهاش تابعی از شرایط روحی، اجتماعی، فرهنگی مردم، یعنی امید به آینده، یعنی موقعی که افراد میان سرمایه گذاری برای مسکن میکنن که امیدشون به آینده بیشتر بشه، یعنی یک برنامه‌ریزی. حالا ببین کوهسار، شما از کرج زنگ میزنی با 160 میلیون تومان در کجای کرج میشه یه خونه خرید؟ در خیلی جاش میشه خونه خرید. اتفاقا برخلاف این که کسایی که تو بازار مسکن معمولا میان تو برنامه از افزایش قیمت صحبت میکنن، ما افزایش یعنی یه مقاطعی فرضاً اول تابستون که میخوان جا به جای بعد یا میخوان در خونه بخرن که بیان بچهشون جا به جا بشه، یه تکونی میخوره ولی دوباره برمیگرده به همون سر جاش. یعنی ما الان افزایش قیمتی که تو بازار مسکن هست از نرخ تورم عمومی تقریبا فکر میکنم کمتره در کرج، منتها جا به جا فرق میکنه. یعنی توی کرج هم فرضاً منطقه عدیمیه یه نرخی داره، منطقه وسط شهر خیابان طالبانی، منطقه بنفشه پشت مترو، منطقه فردیس خیلی متفاوته. مثلا ببینید بذارید متوسط صحبت کنیم، متوسط قیمت در کرج چند متری؟ نمیشه متوسط، یعنی همون از مثلا از یعنی کسی با بودجه یه متری یک و نیم میلیون تومن هم خونه تا دو میلیون تومن میتونه خونه قابل قبول و مناسبی بخره. منتها که در مورد موقعیت جغرافی محلش یا حساسیت نداشته باشه، با متری دو میلیون تومن تا از یک و هفتصد هشتصد تا دو میلیون نمیتونه خونه قابل سکونت بخره. ولی حالا همون خونه رو ممکنه در محله دیگه مثلا برسه خورده تو همون عدیب که از کردن میتونه 5-6 میلیون تومن بشه. ممنونم کوهسار از اینکه اومدین روی خط. بله کرج خودش یکی از اطراف های تهران بود، یعنی در واقع
محل شهرهایی بود که جمعیت قرار بود که جمعیت سرریز تهران در اون ساکن بشه. در دهه 50 شمسی کرج ناگهان کشف شد و شهرک‌های بسیاری ساخته شد که الان همین اون شهرک ها با هم جمع شدن و با کرج یک استان تشکیل دادن به نام استان البرز که خودش یک موزلی برای جمعیتشه و در موقع موزل بیکاری. محمد از ایران روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما جناب سفیری و کلیه همکارانتون. بفرمایید. عرض ادب دارم خدمتتون، عذر میخوام. من میخواستم اینو توی چند بخش خلاصه بکنم. بحث مسکن مانند مابقی تمام صنعتی که ما توی این مملکت داریم، شاید بخشی از این مسائل هم به بخش های دیگه این هم بخوره. اولین چیزی که مد نظر بحث کیفیت و کمیته، یکیش بحث اقتصادیه که برمیگرده به بانک ها که این پولایی که الان اعلام کردن چجوری به دست مردم خواهد رسید. بنده اگه سرمایه گذار باشم، دستی تو بانک داشته باشم، حتما 500 واحد، 5000 واحد، 1000 واحد سند میبرم، به راحتی 160 میلیون برای هر واحد به من میدن. ولی اگر بعدی باشه بخواد یه دونه وام بگیره بهش نمیدن، بعد 5 سال امکان داره به آرزوش برسه. این بحث اقتصادیش بود. بحث اینی که توی بخش ساختمان ما بیشتر از 18,000 شغل داریم توی اون بخش که دولت قبلی تشریف آورد، ساختمون سازی کردن. عرضم به حضور شما در ظرف 4-5 سال الان احساس میکنم تا 5 سال آینده هم ساختمون توی رکود باشه و کسانی که شاغل بودن توی اون مجموعه الان همشون بیکارن. چرا؟ چون همه رو تجمیع کردن توی یک مدت زمانی خیلی کم، همه رو ساختن. الان اکثر به اتفاق کسانی که توی اون بخش کار کردن الان اکثرشون بیکارن. یکی هم بحث دولتی بودن این کالاست. این کالا مثل کالای دیگه فعلا در اختیار دولت و یک سری نهادهای بخصوصه. و این صحبتهایی هم که کردم، من فکر میکنم اول دفعش باید اخلاق و عدالت و انصاف درست بشه که بعد بتونه بیاد روی این مسائل تأثیر بذاره. از اینی هم که به من وقت دادیم، سپاسگزارم. اومدین روی خط، پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر، با هم میشنویم. درود بر شما. وقتی آقای خمینی رهبر کبیر انقلاب فرمودن اقتصاد بال خره، دیگه شما چه انتظاری از این حکومت دارین؟ بعدش هم ما یه ضرب المثل داریم، میگن که فکر نون کن که خربوزه آب است. حالا مردم نون ندارن بخورن، از کجا بیارن که میلیون میلیون پول بدن یه اتاق بگیرن یا یه آپارتمان بخرن؟ حکومتی که 14,000 مرکز صنعتیش رو تعطیل کرده، چجوری مردم میتونن یه خونه بخرن؟ اصلا این حرفایی که ما میشنویم یا این قیمتایی که ما میشنویم به عقل جور در میاد. امیدوارم به این حکومت یه جو عقل خداوند تبارک تعالی اعطا کنه. با سپاس از شما. کارشناسا اعتقاد دارن که اگر بخش مسکن به حرکت در بیاد، 150 شاخه صنعتی با اون به حرکت در میاد. در واقع کمک میکنه که ایران که در حال حاضر از رکود و تورم و رکود تورمی در واقع در رنج، بتونه این مرحله رو پشت سر بذاره. اما نیازمند این هستش که راههایی رو بره که راههای درستیه. در واقع مهار تورم الزاماً به معنی خروج از رکود نیست، بلکه میتونه به رکود هم دامن بزنه. ایران در یک چنین شرایطی نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی و اینکه تمرکز داشته باشه در برنامه‌های اقتصادیشه. پیامی هم از پیامگیر دریافت کردیم، اجازه بدیم با هم بشنویم. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. من حسینی هستم از بانه. حقیقتش اگه میخوان ملت بیچاره ایران صاحب خونه و مسکن بشن، این راهش نیست. و من این قضیه رو واقعا نمیدونم چرا تفره میدن.
اگه یه دونه کارمند تو ایران با خانوادهش ماهی 2 میلیون حقوق میگیره، آیا میتونه 4 میلیون وام مسکن رو بخواد پرداخت بکنه؟ این پولی که میخوان بدن به مردم باید 30% اون درآمد ماهانه یه دونه کارمند باشه. یه کارمندی که 2 میلیون میگیره اشکال نداره. حالا تو هم سند خونه‌شو بگیر دیگه، یه دونه ضامن نمیخواد 10 تا ضامن بره پیدا کنه. این مسکن که میخواد این آقا بگیره سندشو بگیره، ماهی 2 میلیون اگه درآمد داره بگو آقا 1 میلیون ازت میگیرم. دیگه دولت چی میخواد به این ملت بده؟ مگه داره بهش ترحم میکنه؟ این پول این که میخواد برگرده، پولی که ملت داره میگیره مال خودشه، دولت صاحبش چیه؟ این پولی که میخواد به مردم بده بایدی بده به این قشر بیچاره و کارمند و کم درآمد که صاحب خونه یه سقفی بشه که بیچاره تو کارتون خوابی نمونه. ملت اینو میخوان، ملت میخواد بهش کمک کنه، نه اینکه 160 میلیون وام بده که با اون 160 میلیون هم باز نتونه خونه بخره و تا آخر عمرم نتونه وامو پرداخت کنه. پیام از مشهد با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید، وقتتون بخیر. وقت بخیر. آقای سفیری ببینید، در بحث مسکن من رو مسافرتی که داشتم مثلا در فرانسه برای خونه اولیا خونه‌های بین مثلا 33 متر تا 45 متر دارن تعریف می‌کنن. بله. ما کشورمون متاسفانه متولی امر مسکن به شکل سازمان یافته و مرتبی نداشتیم. حالا چند حدود 40 سال ما وزارت مسکن شهرسازی داشتیم، ولی فکر میکنم فقط اسم وزارت خونان یدک کشیدن و فقط سعی کردن تعدادی نیرو اضافه کنن، فقط نیرو انسانیشون رو بزرگ کردن و حجم کارمنداشون اضافه شد، اما هیچ کاری سازمان یافته انجام نشده. و امروز اگه بزرگترین مشکل مسکن در کشور ما تقریبا سالی 800 هزار تا مسکن جدید نیاز داریم که از این 800 هزار تا حدود 720 هزار تاش خونه اولیه و برای خونه اولیه باید مخصوصا در کلان شهرها ماکسیموم بین 40 متر تا 50 متر تعریف بشه، چون این توانیه که تمام خونه اولیه میتونن هم از طریق تحصیلات مسکن هم با یه مدار پسنداز و کمک پدر مادرها اینو بهش برسن. پیام ممنونم که اومدی روی خط و عذرخواهی میکنم که دیر اومدی، چون برنامه‌مون به پایان رسیده. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم با خبرهای پر بیننده در شبکه‌های اجتماعی. خبرگزاری تسنیم که گفته میشه وابسته به سپاه پاسداران هست در ایران، عکسی رو تصویر رو منتشر کرده از یک مهد کودک که کودکان دارن تو استخر شنا میکنن، با این تیتر که تعطیلی مهد کودک برگزار کننده استخر مرتلط و ارجاع پرونده به کمیسیون عالی بهزیستی. این خبر در شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده بوده و با واکنش مواجه شده. بعد جمعی از کسانی که در واقع اومدن و این خبر رو منتشر کردن درخواست کردن از بقیه کاربران که برای اعتراض به تسنیم لطفاً این تصویر و این خبر رو پخش نکنید. این هم خبر پربیننده بود، اما سفر هنوز در ایران مشکل داره. امیدواریم که ما فردا برنامه سفر رو حتما برگزار بکنیم با مشکلات خاص خودش در ایران. تا فردا شب برنامه شما خوش.
صدای آمریکاست.